دار خواهد کرد یا نه خب سخنرانی آقای گوتره شروع شده اجازه بدید بریم سخنرانیش رو بشنویم برمیگردیم منشور سازمان ملل یک پیام بسیار روشنی برای همه ما ارسال میکنه مردم رو در اولویت قرار بدیم اولین کلمات منشور ما مردم هستیم با این پیام که مردم رو در کانون فعالیت هامون قرار بدیم هر روز و در هر جا مردم با نگرانی ها و آرزوهای خودشون مردمی که بلند پروازی های خودشون را دارند و ورای همه مردمی که حق و حقوق دارند این حق و حقوق منتی نیستن که عنوان پاداش داده بشن اینها یک حقی هستند که واسطه انسان بودن فرد ازش برخوردار میشه از وقتی من در این سمت قرار گرفتم این شانس رو داشتم که با آدم های مختلفی در سراسر سر جهان ملاقات بکنم ببینم کجا کار میکنند کجا زندگی میکنند و کجا آرزو میکنند من با خانواده هایی در جنوب اقیانوس آرام صحبت کردم که نگران بالا آمدن سطح آب دریاها هستند. جوانان آواره در خاور میانه که آرزوی بازگشت به مدرسه و خانه رو دارند. آنهایی که از بیماری ابولا زنده موندن و میخوان زندگی و خودشون رو دوباره سر و سامان بدن زنانی که به دنبال عدالت و فرصت برابر هستند مردمی که از هر باور و سنفی هستند به خاطر عقاید خودشون تحت تعقیب قرار گرفتند ما در دنیای ناآرامی زندگی می بسیاری از مردم نگران این هستند که فراموش بشن که پشت سر گذاشته بشن نگران این هستند که ماشین ها دستگاه ها اونها رو بگیرن عزت اونها توسط خودکامه ها زیر پا گذاشته بشه جنگ سالاره ها زندگی اونها رو از بین ببره صنایع سوخت فسیلی آینده اونها رو برو باید ولی انسان ها همچنان اون رویای زندگی رو بهش باور دارن همچنان به سازمان ملل باور دارند ولی آیا به ما باور دارند آیا به ما به عنوان رهبران این باور رو دارند که اونها رو در اولویت قرار بدیم برای اینکه ما باید برای مردم کار کنیم آلی جنابان ها آقایان مردم حق این رو دارند که در صلح و امنیت زندگی بکند. من وقتی در این سالن صحبت می کنم به رغم سردرگمی هایی که در دنیا وجود داره رو صحبت از امواج آرامش می کنم و می بینیم که برخی اوقات این امواج به طرف های امید بخش حرکت می کند. به رغم انتظارات خیلی ها در ماداگاسکار، در مالدیو انتخابات خوب داشتیم در کنگو جابجایی جایی قدرت رو داشتیم در یونان یا شمال مقدونیه اونها تونستن اختلافات دیرینه خودشون رو حل بکنند گفتگوهای سیاسی در سودان و روند صلح در آفریقای مرکزی امیدهای جدیدی رو زنده کرده و اون گام های فردی و جداگانه ای که در روندهای مختلف سیاسی برداشته شده در سوریه هم شاهد بودیم با قطعنامه‌ای که سازمان ملل و شورای امنیت در این رابطه صادر کرد من دیروز گفتم به یک توافق توسط همه بازیگران حاصل شده برای رسیدن به یک قانون اساسی ساخته و پرداخته در سوریه نماینده ویژه من دمش رو ترک کرد و نهایی کرد مفاد این توافق رو سازمان ملل مشتاق هست که بتونه این کمیته رو در هفته های آینده در ژنو افتتاح بکنه اما عالی جنابان خانم آقایان در سراسر جهان ما همچنان شاهد ادامه درگیریها هستیم شاهد گسترش تروریسم هستیم شاهد رشد، شاهد ظهور مسابقات تسلیحاتی هستیم گاهی اوقات برخلاف شورای امنیت و قدنامه های این شورا می بینیم که رسیدن به صلح دشوارتر شده بنابراین از یمن تا لیبی از افغانستان تا کشورهای دیگه می بینیم که رسیدن به صلح سخت شده بعض وقتا موفقیت اقدامات یک جانبه باعث شده که ایجاد دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی دشوارتر بشه در ونزوئلا چهار میلیون نفر از این کشور فرار کردند یکی از بزرگترین جابجایی های انسان در تاریخ جهان در جنوب آسیا تنشها بیشتر شدند و برای همه اینها ما مواجه شدیم با احتمال یک مسابقه بزرگ تسلیحاتی در میانه موسیقه. که پیامتاش پیامدهایی نیستن که دنیا بتونه تحمل بکنه حمله ای که اخیرا به تاسات نفتی عربستان شد کاملا غیرقابل قبوله در شرایطی که یک سو محاسبه کوچک میتونه به درگیری بزرگ منجر بشه ما باید تمام توانمون رو به کار بگیریم که منطق رو راهنمای خودمون قرار بدیم منطق و خیشتن و من امیدوار هستم آینده‌ای داشته باشیم که همه کشورهای منطقه میتونن با احترام متقابل و شراکت متقابل زندگی کنند بدون اینکه در امور داخلی همدیگه دخالت کنند و من امیدوار هستم که بتونیم این روند پیشرفت در زمینه منع گسترش سلاح های ای رو ادامه بدیم که در برجام متبرور بود خانومها ها آقایان از روز اول من تأکید کردم پیشگیری، میانجگری و دیپلماسی راه های رسیدن به صلح هستند برای مواجه با بحران هایی که پیش روی ما قرار دارند تصور بکنید زندگی هایی که ما میتونیم نجات بدیم از طریق تأکید بر روی صلح در بسیاری از گوشه کنار جهان که همچنان درگیری ها ادامه داره ده ها هزار حافظ صلح سازمان ملل از غیر نظامی ها حفاظت می کنند و از طریق همین افتکارات و فعالیت های حافظان صلح سازمان ملل هست که ما میتونیم کارایی خودمون رو بیشتر بکنیم ما داریم شراکت های خودمون رو با نیروهای انتظامی کشورهای مختلف توسعه میدیم با مثلا با اتحادیه اروپا یا با اتحادیه آفریقا و من همچنین از این مسئله به این مسئله میبالم که فعالیت های انسان دوستانه ما باعث کاهش درد و رنج انسان های زیادی شده فعالیت های انسان دوستانه ای که ما از طریق سازمان ملل انجام دادیم تضمین کرده که میلیون ها نفر بتونن از حفاظت از مسکن از آب و از غذا و دیگر کمک های پایعی برخوردار بشن. همین امسال در حملات بیرحمانه که شاهدش بودیم هشتاد حافظ صلح سازمان ملل رو از دست دادیم کسانی که زندگی خودشون رو در خدمت سازمان ملل و برای کمک به زندگی دیگران از دست دادن من به احترام خدمات اونها و فداکاری اونها سر تعظیم فرو میارم خانم ها آقایان ما تلاش های خودمون رو برای مبارزه با تروریسم گسترش دادیم به راه های جدید برخورد با خشونت فکر کردیم در عین حال که بتونیم حقوق بشر رو هم رعایت بکنیم من یک برنامه برای طرح منع گسترش سلاح های ای ارائه دادم قرارداد ستارک بین آمریکا و شوروی باید گسترش پیدا بکنه با ما باید خطری که احتمال درگیری از طریق موشک‌های بالستیک وجود داره رو کاهش بدیم و در مسیر منع گسترش سلاح های هسته گام برداریم وضعیت در شبه جزیره کره نامطمئن هست من کاملا حمایت میکنم از تلاش های جدیدی که برای یک ملاقات دیگه داره انجام میشه بین رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی و در این زمانی که شرایط در روابط بین الملل دچار نوسان و نقصان شدن ولی یک تهدید دیگه هم باش مواجه هستیم که هرچند بزرگ نیست ولی واقعی هست من نگران هستم که یک شکاف به وجود بیاد دنیا دوچار گسست بشه دو اقتصاد بزرگ دنیا دو بازار موازی رو ایجاد بکنن با ضوابط کاملا جداگانه با شبکه اینترنتی جداگانه و با یک نگاه بردباخت و با کاملا استراتژی های جداگانه نظامی ما باید هر کاری که میتونیم انجام بدیم تا جلوی این گسست رو بگیریم تا بتونیم یک نظام جهان شمول داشته باشیم یک اقتصاد جهان شمول و یک احترام جهان شمول برای حاکمیت قانون با احترام به نهادهایی که دنبال چند جانب گرایی هستن نه یک جانب گرایی خانم ها آقایان همه انسان ها حق امنیت دارند در همه ابعاد خودش تمام تلاش هایی که برای پیش برد حقوق بشر انجام میشه به توسعه پایدار و صلح هم کمک میکنه در قرن 21 ما باید حقوق بشر رو به نحوی تعبیر بکنیم که بتونه به تمام حقوق و تمام حق و حقوق انسان های مختلف رسیدگی بکنه حقوق فرهنگی حقوق اجتماعی حقوق فردی این اشتباه خواهد بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی رو نادیده بگیریم ولی همونقدر هم اشتباه هستش که ما به اون حقوق توجه بکنیم ولی به دنبال حق انسان ها برای آزادی نباشیم حقوق بشر جهان شمول و غیر قابل تفکیک هستند ما نمیتونیم دستشین بکنیم بعضی از حقوق انسان ها رو ولی بعضی حقوق دیگر نادیده بگیریم انسان ها حق یک زندگی با کرامت و عزتمندانه رو دارن حق داشتن مسکن حق داشتن غذا حق داشتن تأمین اجتماعی در یک محیط پایدار حق داشتن آموزش حق یاد گرفتن نه فقط یاد گرفتن چیزهای جدید بلکه آماده شدن برای آینده جدید حق داشتن شغل‌های عزت مد اینها بخشی از برنامه ما برای توسعه پایدار در سال 2030 هست بهترین ابزارها رو برای جلوگی از درگیری در اختیار قرار میده اما به هدف ما نزدیک نمیشیم فرصتها به طور برابر در اختیار همه قرار نمیگیرد اقتصاد جهانی ما درآمد زیادی رو ایجاد میکنه اما این درآمد فقط داره به سمت یک اقلیت خاصی میره که یک واقعیت تلخ دنیای امروز ما هست ولی متاسفانه برای داشتن یک زندگی عزتمندانه بیشتر باید نگاه ما به اون جای باشه که فرد به دنیا میاد تا به اون شرایطی که داره امروز اهداف توسعه پایدار و گفتگوهای ما درباره ضابطه من کردن نظام مالی کمک میکنه به تحقق برنامه های ما درباره پیشبرد تکنولوژی در چارچوب شرکت های تکنولوژی که اخیرا یک هیئت خاص در موردش گزارش رو منتشر کرده خانم ها آقایان همونطور که دیروز در نشست فوقوده تغییرات اقلیمی صحبت کردیم مسابقه برای مقابله با بحران اقلیمی مسابقه هستش که ما داریم میبازیم اما میتونیم ببریم اگه امروز خودمون رو عوض بکنیم حتی زبان ما و ادبیات ما باید خودش رو سازگار بکنه اما اونچه که ما قبلا میگفتیم تغییرات اقلیمی امروز یک بحران اقلیمی است اونچه که ما قبلا میگفتیم گرمایش زمین حالا داریم میگیم داغ شدن زمین هست ما شاهد بالا رفتن دمای حرارت زمین هستیم تشدید طوفان ها هستیم همه اینها رو علم داره ثابت میکنه من در ماهاماس خرابی هایی رو دیدم که یک گردباد ایجاد کرد بعد از این گردباد اون چه که ما شاهدش هستیم هشداری هست که دانشمندان سال هاست به ما دارن میدن اما یک کشمنداز دیگه پیش روی ما هست راه حل دنیا الان داره به راه ها نگاه میکنه اما نه با سرعت کافی داره مسیرش رو عوض میکنه مسیری که جدا از صنایع سوخت فسیلی باشه و به طرف یک اقتصاد سبز باشه در اجلاس ویژه تغییرات اقلیم سازمان ملل من صحبت از راه حل هایی کردم که میتونیم اونها رو به کار بگیریم برای کاهش انتشار دیوکسید کربن برای جلوگیری از عبور کره زمین از حرارت یک درجه سانتیگراد ما هنوز به اون هدف نرسیدیم ما باید این روند رو تشدید بکنیم و فعالیت های خودمون اضافه بکنیم تا بتونیم بحران اقلیمی رو مهار کنیم